ببینید آقا میساق، من آقا پرویز اینا فکر کنم دو هفته قبل اون دربی، تیم رفته بود گردان. نه شما 2000 لبنان بود از جام ملت، دو هفته بعد اون تقریبا. ببین من به تیم ملی دعوت شدم و بدون اینکه من استفاده کنم اصلا خطم زدن، یعنی من خیلی ناراحت شدم. و اینکه دوباره یه اتفاقی مثلا روز بازی میخواست بیفته، گفتم که من باید خودم رو نشون بدم که این بنا حق حق من خط خوردم تیم ملی، ولی من هیچ وقت اینو عنوان نکردم، جایی هم عنوان نکردم که خیلی هم ناراحت بودم، خیلی زحمت کشیده بودم، حتی به تیم ملی دعوت شدم، گفتم که نه، ما به حالا به مسئولین باشگاه گفته بودن که ما فلانی فلانی رو داریم، نیازی به پایان نیست. بس منو چرا دعوت کردید، چرا خطم زدید بدون اینکه من یک جلسه تمرین کنم؟ خب منو نبردن. حالا به هر حال بعد این بازی مهمترین بازی بود، بعد اون که تیم ملیمون رفته بود اوت شده بود، بعد اومده بود، مهمترین بازی بود. من گفتم خودم میخوام نشون بدم که اشتباه بوده. من تو این دربی هم 79 دربی آقا مهدی هم رفته بود، استقلال رفته بود، یه تنشایی بود، بله قبول دارم، ولی اصلا من به این تنشا اهمیت نمیدادم، یعنی نیازی هم نبود، چون من انقدر زحمت کشیده بودم تو فوتبال که میخواستم خودم رو نشون بدم، زحماتم هدر نره. بعد من وقتی که بازی شد، من اون بازی هم من پاس گلم حتی به علی کریمی دادم، رفت داخل و پنالتی رو گرفت و خطا کرد ستار، یعنی بیرون بود، علی زرنگی کرد، رفت داخل و پنالتی گرفت، بازی خیلی خوبی بود. بعد شما حساب کنین اتفاقم که آخر بازی افتاد، من تو ذهنیتم بود که ببینید منم شاید یه خورده جوان‌تر بودم، مثل آقا پرویز رفتار می‌کردم. چرا؟ به خاطر اینکه من خیلی زحمت کشیده بودم. اولا اینکه من احترام گذاشتم به کل طرفدارا، به تماشاگرها، به مربیم، که کوچکترین بی احترامی به آقا پرویز نکردم، خودم انداختم که قضیه تمام بشه. بماند که حالا چقدر اتفاقاتی بعدش افتاد که مقصرش هم من نبودم. بعد حالا بعد اون که اون داستانا، هیچ وقتم عنوانم نکردم، بلافاصله تو رخکنم من گفتم آقا من آقا پرویزم میبخشم. البته گفتم که یه مصاحبه هم داشتم، گفتم که نمیشه که هم میزنن هم میگن من درست آقا پرویز همجی مصاحبه کردم. مصاحبه کردم اصلا کلماتون دقیقا میگفتی هم میزنی هم میگی ببخشید. بله همینو گفتم. بعد حالا فردایش بود، نمیدونم شبش اومدم، خیلی ها به من زنگ زدن، حتی گفتن که نمیدونم وکیل بگیر و شکایت. گفتم آقا ولش کن، فوتباله، من انقدر تو این فوتبال خوردیم زمین بود، انقدر زدم خودم، بعد من خودم من بازی کنم. بابا شما نه که مثلا فوتبالی خیلی درگیر اتفاق، من گفتم یه اتفاقی تمام شده رفته. بعد اون بالاخره شما میری بیرون، باور کنید من حتی شاید یک ماه دو ماه با خانواده‌ام بیرون اصلا نمیتونستم برم، یعنی استقلالی‌ها مثلا اون کسایی که خب بازی رو دیده بودن، خب از دور یه چیزایی به من میگفتن، تو جمع میرفتن سعی میکردم حاشیه درست نشه، میرفتم بیرون، اصلا میگم اون حاشیه رو سعی میکردم که از خودم دور کنم. خیلی اذیت کشیدم، واقعا خیلی اذیت کشیدم. من واقعا دارم شرمنده میشم، یعنی من یه روز ماهانم کوچیک بود دیگه، ماهان اون موقع 4 سالش بود، 5 سالش بود، برف اومده بود، اینم عاشق برف بود ماهان، الان هم اینجوری، الان 25 سالش ماهان، الان عاشق برد. میگم یه روز با هم بلند شدیم، گفت بابا بریم برد بازی، گفتم بابا بلش کن بیامون، شب هم بود و خانم هم بلند شدیم رفتیم خودیم برد بازی کنیم، پارک پردیسان با خونمون غرب. من شب ساعت 10:30 شب مثلا همه دارن برد بازی میکنن، یه دفعه از اون ور استقلال پرسپولیس پرویز برو من خوب کرد زد فوش این ور اون ور، 5 دقیقه نشد، من گفتم ما هم بریم بابا بریم، اصلا درست نیست. من میگم خیلی اذیت کشیدم، باور کن الان 20 سال از اون قضیه گذشته، شما خودتون با ما 10 بار مصاحبه کردید، خیلی ما جاهای مختلف رفتیم، ولی خوب اینه که ما دوست با هم هستیم، رفیق هستیم، چند تا بازی های پیش اسفتا با هم رفتیم آقا، اصلا هیچ مشکلی من اصلا با آقا پرویز ندارم، خدا شاهده ایشون هم همینجوری، فوتبال همون لذتش، اون بزنش، اون خوردش، اون لحظه است، اون همونجا تموم میشه میره. خدا شاهده من اصلا هیچ کوچکترین چیزی از آقا پرویزیان اون بگم مثلا حس بعدی اصلا به هیچ، اون ولی خدا شاهده 2-3 ماه من با خانواده‌ام فوق العاده اذیت، یعنی تلفن میزدن خونه، نمیدونم چجوری پیدا میکردن شماره و اینا رو، شماره پیدا میکردن، زنگ میزدن خونه، خانمم اذیت میکردن، من اذیت میکردم، میرفتم بیرون نمیتونستم. اون موقع هم یه جوری بود که خودتون میدونید دیگه،
بالاخره تمرین می‌خواستیم بریم بیایم، خیلی شرایط خیلی سخت بود و من میگم دیگه، من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که من تو این داستان که این اتفاق افتاد من آبرومند اومدم بیرون، خدا به من کمک کرد. منم آدم چیزی هستم، به هر حال منم عصبی میشم، منم آدمی بودم که بالاخره تو بازی میشد که فوروارد بودم با دفاع درگیر میشدم، بالاخره تنش ایجاد میشد، ولی هر چی بود همونجا دفعش میکردیم،